یه شعر برات فرستادم که آخرین تمدن، که یه نظری در مورد اون شعر داشتی. من دلم میخواد دوباره همون صحبت ها رو بیان کنی، چون نکته های جالبی، برای اینکه بچه هایی که دارن میشنوند بدونن شعر آخرین تمدن یک نگاه نقادانه و منفی به تمدن بشری داره. یعنی این شعر، ما اومدیم از خلقت آدم و اولین فجایع بشری که در واقع قتل حابیل به دست قابیل صورت بود، تا کرونا و همه رو تا رسیدید به الان، اون شعر چوندیم و زیبای عزیز این شعر رو گوش کردن، نکاتی رو گفتن که من برام جالب بود، در واقع نقد کردن شعر رو. حالا دلم میخواد اون نکات رو دوباره بگی. باشه بچه ها، من همایون امروز یه شعری رو برای من فرستاد، گفتش که اینو گوش میدی، بعد دوست دارم نظرتو ببینم بدونم. من اونو گوش دادم چند، یعنی یه دقیقه هم نشده بود، چند دقیقه بود، چقدر بود فلان، یه دقیقه هم نشده بود، 30 ثانیه اول، 20 ثانیه اولشو گوش دادم، اصلا نمیخوام گوش بدم. گفتم گوش چیزه، من چند ثانیه اول گوش دادم، بعد دیگه چند مالا شدم بیشتر از چند ثانیه به هر حال، ولی کمتر از یک دقیقه، بعد نمیخوام گوش بدم و چیزه، من از این چیزا زیاد شنیدم. بعد گفتم، ولی یه حرفی رو زدم، گفتم اگه از خودت من گوش بدم. واقعا از خودت بود؟ بله این شعر از خودم. آره. این شعر من. خودم اگه از خودتی خودم رو وادار میکنم گوش میدم. هیچی دیگه گفتیم بالاخره همایونی و دوستی و نمیدونم فلان، زیباخ به زجره رو بکش گوش بده. هیچی، ما گوش دادیم و دیدیم که رفت از حابیل، رفت به نمیدونم به قابیل و بعد رفت به نمیدونم به کشورهای فلانی و به جنگ جهانی و نمیدونم به همه، هر چی که تو مالکیت و این انسان سرخ پوستا و نمیدونم دیگه، هر کسی رو که شما تو تاریخ و توی چند دقیقه بود بذار بگم 5 دقیقه و نیم. آره این دیگه توی 5-6 دقیقه بعد رسید به این که نمیدونم ایران چی شد و نمیدونم فلان، و بعد دیگه بچه هایی که بخوان حالا براشون میفرستم، بعد دیگه آخر سر دیگه رسید به کرونا و اینا. گفتم که خب من اینا رو گوش دادم تا آخرش، ولی واقعا برای من خسته کنندن اینا. چرا خسته کنندن؟ البته واقعا خب خیلی قشنگ این چیزا رو تحلیل کرده، گفته که چه مسائلی هست، ولی گفتم خب من اینو گوش دادم، نتیجه وقتی که من یه شعری رو بکنم، الان تمام فیسبوک، اینستاگرام باز میکنه کلیپ ها، همه اینقدر کلیپ های خوشگل خوشگل میفرستن درباره مادر، مادر رفت و فلان و بهمون در رابطه با نمیدونم جوانان، در رابطه با جنایت ها، چی 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 بودم. من به نظر من وقتی شما یه همچین چیزی رو گوش میدید و میبینید، باید ببینیم که بعد از اینکه گوش دادیم چه تغییری تو زندگی ما ایجاد شد، چه تغییری. بعد همایون گفت خب من، البته ما یه مقدارم امروز صحبت کردیم، بعد دیگه به نتیجه رسیدیم که صحبت ها مفصل تر بیایم اینجا، همون صحبت های خودمونو که میخواییم با هم انجام بدیم، شاید بچه های دیگه هم علاقه من باشن، حالا شاید برای خیلی ها مفید مثلا خوشایند نباشه، میرم بیرون، ما همون 10 نفر هم حتی باشه که بشنون علاقه من باشن برای من. گفتش که من اشاره کردم مسئله مالکیت، گفتم ببین همایون، من چون سیاسی بودم بعدش رفتم توی همین جریانات، دیگه زندان بودم، تمام این مسائل، بعد دیگه تمام به قول معروف این مراحل رو طی کردم، این چیزا برای من حتی واقعا نمیخوام اینجوری بگم چون شعر رو حالا باز خودت کات، ولی یکی از چیزایی که از تو یاد گرفتیم و بسیار عالیه این که بایستیم دیگران ایراد بگیرن. ما متاسفانه دچار خودسانسوری هستیم، یعنی وقتی من میخوام بگم زیبا رنگ موات به تو نمیاد،
مثلا میگم یا خوشم نمیاد یا از این غذا خوشم نمیاد میگم، دارم توی تعارف یه روزی باید اینا بشکنه، باید دقیقا اون چیزی رو که حس میکنی، اگر این شعر بیان خوبی نداره برات، حس خوبی بد نمیده، برای چی گوش کنی؟ حسش الان آره، من اول گوش ندادم دیگه، همون چون احساس کردم که اسم اینو گذاشتم شعرهای شب شعری، و چون میگم که یه حالتی به اینها دارم، حتی یه حالتی که دافعه شدید بدن من نشون میده. اگه شاید معمولی، یه آدم معمولی بودم، میگفتم که خب دیگه یه شعری گفته، حرفشو زده فلان، ولی چون خاطرات بسیار منفی هم از اینا دارم، از آدمایی که تحت عنوان شاعر، روشنفکر، حرفای قشنگ اومدن، بعد مردم فکر کردن که اینا خیلی دانان، خیلی دانان، چون ببین چقدر قشنگ اینا رو گفت، ولی وقتی همه رو با هم دیگه از توی پلک رد میکنی، با خودت بگی خیلی خوب این همه 5 دقیقه حرف زد، حرف زد، حرف زد، خب من الان چه تغییری کردم؟ چیزی تو زندگی الان، مثلا فرض کن وقتی تو به من میگی که زیبا این نمیدونم فلفل را اگر اینجوری بکنی دیگه اینجوری نمیسوزونته، میگم خیلی خوب، ای چه جاله، فردا مثلا این کارو میکنم. یعنی ببین این کاربردی میشه برای من. ولی اکثر شعرهای ما، کلیپهای ما، تمام اینجا، به خصوص هم که یه سری که حالا باز تو این کار نکردی، یه سری هم میگن لایکش کنید، فلان کنید، آی مادر نمیدونم چی شد، آی نمیدونم جرای ما ببین اینا شاید الان حرفایی رو گفتی، ولی چرا فریب توش هست؟ میخوام بگم فریب، اینا کلمات بیجان هستن. یعنی وقتی تو میگی از مالکیت، مثلا دنبال این مالکیت هستن و اینها جنایت کردن، ببین همایون، من کمونیست بودم، استالینیست بودم، زینب بودم، من به این خوشحالم، خوشحالم که به قدرت نرسیدم، به قدرت رسیده بودم خودم شده بودم یه استالینه دیگه. خب پس اونجا چی بود؟ چی بود؟ حرفا رو قبل از اینکه به قدرت برسم از پرولتاریا دفاع می کردم، از نمیدونم فلان، این مالکیت، ای چرا جنایت میکنی؟ بعد یه دفعه میای توی مسئله مالکیت، من به تو یه مثال زدم، آیا تو کدوم یک از این آدمایی که همین شعرها رو گوش میدن، خونه خودشونو که توی تهران هست، خونه هاشونو بیان بگن الان ما خونه خالی داریم، من این خونه خالیمو از مالکیت دست بکشم و بیام این مالکیت رو بدم، بگم به یه نفری که به استفاده برسونم. بابا برای یه دونه بشقاب خودش، یه دونه فلان، اینا رو هم این کارا رو نمیکنه. طرف میاد میگه که من اضافه های خودش رو میده، یه سری چیزایی که مثلا حالت های سندروم هلپ خودشونو، یا مثلا طرف مثلا بگه من آدم خیریم مثل مامان بابای من. چرا توی این لایو من وقتی اومدم به ماما دیروز داشت چیز میخوند، من انقدر مطمئن بودم بابا مامان من آدم خیریم، هیچ وقت از خودم نپرسیدم بابا این ما ببین تا بیام از اینا بیدار شم که بابا اینا حرفه. ببین وقتی من به شما میگم، یکی از من میپرسه میگه مثلا اوشو رو میشناسی، نمیدونم هولاکویی رو میشناسی، فلان رو میشناسی، من میگم من اینا همشون خوب اصلا، خب من ولی خسته شدم از حرفای خوب. شما آدمی رو به من نشون بده که این آدم توی قالب خاصی نباشه. وقتی این آدم نشسته فقط تو کت شلوار خودش فقط میگه اون کارو بکن، این کارو بکن، اونو بکن، اونو بکن، تو چه میکنی؟ تو چی کار کردی؟ تویی که داری میگی تو بیا بگونم ببینیم چند بار رفتی، چند تا قرص خوردی، چند تا فلان گرد. نه، اینا یه دفعه میبینی که آبرو میاد، محاسبات میاد، آقای فلان، دکتر فلان، الان من کی میاد مثل من برگرده بگه؟ یکی میگه که تو تیمارستان بودی، میگم بله، نه یه بار، 10 بار، 16 بار، 15 بار.
کی میاد میگه مثلا فرض کن نمیدونم تو بیماری فلان داری؟ میگم بیا این بیماری منم نشون بدیم، پرونده فلان پوست من، این پشت گوش من، این نمیدونم فلان من. که یکی از یه مردی بود برگشت گفت اه 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 پشت گوش دو دیدم حالم به هم. حالا کسی بود که میخواست مثلا بیاد مثلا بازی با دوست بشه. ببین میخوام اینو بگم، ما این شعر این حرفا رو همه پر کردم. من واقعا تا جمله اولشون اینا که داشت میرم به خاطر شعر تو اینا کم داشت میرم. ببین موقع میگفتم لعنت بر این کاربرد. ببین میخوام اینو بگم که تا دوتا جمله اولو میشنوم، حتی آدما، ببین آدما جان حاله دارن، نور دارن، بوی چیز دارن. وقتی طرف میاد یه دفعه اصلا من دیگه انقدر حرفه‌ای شدم تا طرف میخواد جمله اولشو بگم، میگم میدونی چیه اصلا تو پروفسور، ما اصلا اون دهات اصلا دهاتی، من نمیخوام با تو حرف بزنم. آقا تو اصلا فلان رئیس جمهور، ما اصلا فلان. ببین این اپوزیسیون هایی که توی گروه های توی خارج کشور هستن، این آدم های متشخصی که حرف میزنن، سخنرانی میدن. طرح یه دونه استوری در فیلم خیلی جالب بود، یه مردی رو نشون میداد در مورد این که زندگی خانواده تشکیل مولا بوده و فلان بود، خیلی بامزه بود این چیز. بعدا گفتن که رفته بودن زندگیش نگاه گذاشته بودن، خودش اومده بود در این که وصل بکنه، خودش دو سه بار طلاق گرفته. آخه بابا آدمی که تو خودت طلاق میگرفتی، تو دوبار طلاق گرفتی، چرا از تشکیل خانواده حرف میزنی؟ اگر راست میگفتی که طلاق نمیدادی. دقیقا. یکی میاد مثلا میگه زیبا زن من اینقدر مشکل داشت، زن من فلان داشت، تو چقدر خوب درک میکنی. گفتم دیگه حرف نزن. میره چی؟ تو اگه خیلی آدم خوب واقعا چیز بود با همون میموندی. پس حرف نزن، قبل بگو من بیورزه بودم، من ناتوان بودم، من این مسئله رو داشتم. میدونی ماها عامل بیرونی رو برجسته میکنیم، از شب تا صبح رژیم جمهوری اسلامی رو سرکوب میکنیم، بعد سرنگون میکنیم، فرداش دوباره اون آره پایین تریاکه روشن فکری که سیگار میذاری اینجا. حالا مثلا من فمینیستم، آخه خانم فمینیست فلان که داری از دفاع از زنان میکن، هی پیج هی فلان با. یه دفعه من یکی از این خانما بود، بودم با این همه داری از برهنگی حرف میذاری، یه بار برهنه شدی؟ گفت نه ایران ایران تو اونای ایرانی. خانمه کی بود اسمش؟ این کامنت ها رو باز کنیم میفهمم که این کی بود. نسرین نمیخواد باز کنی، یادم اومد، نمیخواد باز کنی. نسرین افضل باز کردن. آره چون سحر هر وقت من یه چیزی یادم میره. آره نه من چون نمیدیدم چون میاد نوشته میاد تو صورت راحت. آره من دیدم سحر کیه، هر وقت من یه چیزی یادم میره تقلب میرسونه. یا بچه ها این کارو میکنن تو کامنت ها، یه دفعه یکی زیادم میره. منظورم ببین مثلا خانم نسرین افضلی اومد در مورد فرهنگ برهنه، که خانم فمینیست، حالا من نمیخوام واقعا، حالا بچه ها اگه ادا در میارم و اینها یه ذره زیبا ناوقت مرد آدم شو، یه ذره به خودم بگیم یه ذره مؤدب باشه، ادا در نیار. خب خانم نازنین نسرین افضلی اومد با من مصاحبه، فرهنگ برهنگی، من از ایران توی شما رو دیده بودم، دنبال شما بودم فلان. آقای ما خوشحال شدیم یه خانم با پیج نمیدونم چند صد کایی، ما هم که گفتیم وای اینا دیگه شاخهای چیز، چقدر خوب. اتفاقاً حالا به من خیرش رسید، 300 400 تا فالوور من چیز. اومدیم فرهنگ برهنگی حرف زدیم و وای مردا رو کوبید، مردا رو کوبید. گفتم برکن مردا رو نکوبید، خب مردای ایرانی مردای ایرانی. بابا ببین عامل بیرونی رو ما وقتی نقد میکنی، عامل بیرونی، تا موقعی که عامل بیرونی خب تو کاری نمیتونی بکنی. از صبح تا شب بشین الان بگو رژیم اینه فلان اینه ای نمیدونم چی چی چی.
تاثیر نداره. پس میگه از خودمون باید شروع کنیم. معلومه. ببین تا تو نتونی، وگرنه تو هم میشی همون، تو هم میشی همون. وقتی که تو میخوای از برهنگی حرف بزنی، داستان اون بره چیزه، گفتش که خب شما این فمینیستا، ببین باید خودت رو بیای نشون بدی که خودت عملا اینی. من فمینیست، اگه یکی از من میپرسه تو فمینیستی، میگم من در مقابل زنی که به یک مرد حقش رو چیز میکنم، من ضد فمینیستم، اونجا ماسکولیستم. بحث من اسمی نیستم که منم در یک جایی وقتی احساس میکنم این مرد حق داره، حالا این مرد میخواد افغانی باشه، ایرانی باشه، فلان باشه، اون یکی اصلا یه بچه کوچیک باشه، وقتی بچه ناحق، نمیگم بچه است، وقتی ناحقه از نظر من میگم نه، اینجا حق با توه. ببین اینجا طرف میاد از برهنگی صحبت میکنه، وقتی من میگم خب برهنه شدی، خب حرف نزن وقتی نمیشی. همین جریان در رابطه با ضیابخشی پیش اومد که اینقدر کاغذ و زن خدا و زن فلان برهنه برهنه برهنه. آقا یه بار این اومد، ما گفتیم که برهنه میخوای حرفشو میزنی، برهنه شدی که. یه دفعه اینم گفت تو بشی من میشم. خب این جلوی من، حالا یه مرد شدیدن حشری، ما هم که یه حرف زدیم، اونم یه آز گذاشت جلوی ما. ما کم آوردیم اونجا، خیت شدیم. گفتیش تو بشی من بشم. حالا یه مرد دیگه رومانی با خودش آورده بود اونجا، منم یه انسم دوست پسر من اونجا، یکی از دوست پسر اونجا، یه ذره فکر کردم، گفتم خب حالا بالاخره این گفت میشم دیگه، حالا که من میشم. گفتم که اوکی. اون گفت منم میشم، منم. گفتم من میشم، باشه من الان لخ میشم، منم حالا یه شرط دارم. ینس عکس میگیره، ایموند. گفت باشه. اون لحظه هیپنوتیزم شد. گفته کنان ما آره خیلی حشری بود، این حشری رو گرفتش آقا، تا ما لخ شدیم و بعد دیگه حالا این گیرشم صاف شد، حالا کار ندارم. داستان این 14 تا ما عکس گرفته شد تا بیاد از هیپنوتیز بیدار بشه، تا الان هم که الان این عکس مال 2000 سال 2000 2000 و نه سال چند 2001 یه همچین سال 2001 نصف الان بودم لاغرتم نصف الان بعدش ایچی 20 کیلو کمش کنه سال دو 20 سال اضافه شده 20 کیلو کم یک کیلو هر سال بعدش ایچی الان هم که الان اون بعد که بیدار شد از خواب این عکس ها دو سه روز نه پشیمون شده بود عکس افتاد تو هامبورگ این عکسای بیا با ببین اول من گرفت پاره کنه خب پاره کنه ببره گفت زیبا اینا رو به من بده گفتم باشه بالاخره عکسا رو گرفتیم دیگه نگاتیوا رو من داشتم خب من ولی حالا دنبال این نبودم گفتم به هر حال اون عکسو گرفت کاری که من می‌خواستم اوکی عکسا رو بهش دادم چون شلخته بود عکسا افتاد دست دوستاش ما هم که از خدا خواسته کائنات با ما شد ما که گفتیم آبرو بی آبروه خب منظور من چی بود 20 سال این آدم میگفت زیبا آبروی من حتی تا به جایی رسید یه بار گفتش من میخوام حتی شکایت کنم من میخوام فلان کنم گفتم بیا خودت خواسته البته شکایت نکرد خب چیز شد تناقض ببین میخوام بگم روراستی یعنی اون کاری که تو میکنی حرفی بزنی من میگم الان من سیاسی وقتی که من الان دوتا شلاق بخورم که نمیخوام بخورم همه رو لو میدم خب این الان از الان میگم به هم تو شب مامایو سحر شما رازی رو به من گفتید من این راز به شما تعهد نمیدم دیگه زبون خودتو نگه این کاری به تکنیکیه که گرفتم مسئله برای اینکه بار مسئولیتی نداشته باشم اون زمان که من گندگوزی کردم زمانی که
موقعیت بالا رفتیم توی زندان زاییدیم. قبول دادم. خب پس من عقب نشینی کردم به این نتیجه رسیدم که حرفی رو بزن که میتونی ازش دفاع کنی. خب من یه نکته رو باید بگم. اولا که شرایط اجتماعی ما ایرانی ها طوری بوده که در یک محدوده بسته عمل کردیم، یعنی فرهنگمون فرهنگیه که متاسفانه ما رو واداره به سکوت کرده همیشه. این یه چیز طبیعیه که امروز طبقهی که دسترسی پیدا کرده به مدیا و یه ذرم سواد خوندن داره، مثل من که سواد خوندن و نوشتن دارم، سعی میکنم یه چیزایی رو اطلاع رسانی کنم. تو درست میگی، ممکنه حتی این چیزی که دارم اطلاع رسانی میکنم خودم بهش عمل نکنم، ولی من میگم برای گوشهایی که بشنون. برای مثال اگر توی تمدن دقت کرده باشی، من تاریخ رو بیان میکنم. من وقتی از برج بابل میگم، شاید یکی بره بخونه گیلگمش کی بود، برج بابل چیه. شاید یکی بره وقتی میگم عامل نسل رو بوده، طرف میگه این عامل نسل رو بوده کیه، این نسل رو بوده کی بوده تو تاریخ. نتیجهش روشنگریه. روشنگری که ممکنه درسته، من به شخص خودم کاری نکردم، اما کلامی رو بارها دیدم، اینو خودت هم عنوان میکنی که یک اتمی که بره یه جایی و یک انفجاری رو که یک جهانی رو تغییر بده، یک اتم کوچک هستش شکافته میشه و اون قدرت ممکنه من اون اتم رو آزاد میکنم، ولی تیغه برانی که اونو شکاف میده و اون انفجار رو آغاز میکنه، اون من نیستم، ممکنه کسی دیگه ای باشه. شاعر کارش اینه. سهراب میاد میگه به سراغ من اگر میایی نرم و آهسته بیایی. اینو ممکنه من و شما یا هر که، یا زیر برف از تمنای پریدن در باد برای یک برق یا کاغذ میگه. منظورم اینه که اینو یک کسی دیگه ای میشنوه و چنان حسی میگیره از اون، میاد یه مجسمه‌ای میسازه، یه پیکره میتراشه، نمیدونم کاری میکنه کارستون. باشه، تو ببین از من پرسیدی، من در رابطه با تو یه حرفی هم زدم، گفتم اینجور جلسات به قدری زیادن، به قدری زیادن آفره. که یعنی واقعا شما پیجا رو باز کن. ببین چقدر الان پیجایی هست، من باز هم اینه که میگم همون فمینیستا خوبن، بازم خوبن. چرا؟ چون میاد یه سری چیزایی رو در رابطه با برابری زن و مرد مطرح میکنه، اطلاع رسانی. خب یه سری میاد در مورد آتئیستا، خب میاد در مورد مسئله قرآن و فلان و اینا، بازم اینا بد نیست، اینفورمیشن های. یه سری کانون من خودم مثلا کانون بی خدایان هست مثلا، فرض اونجا اونا یه سری اطلاعاتی میدن، مسائلی میدن، یه سری در مورد طبیعت، یه سری در مورد نمیدونم. ببین اونا که علم اطلاع رسانی در رابطه با تاریخ و فلان و اینها مطرح میکنه، طرف میاد میگه من یه سری تاریخ شناسم، اینو علمای مختلفیه و تو این زمینه ها مستند سازی میکنن، طرف میاد در مورد یک بخشی از چیز انجام میده، اینا اشکال. من اینا رو میگم، خیلی ها من انجام میدم، میره طرف مستند در مورد حیوانات انجام میده، منم میشنم یه موقع اطلاعات من زیاد میشه. ببین من از من پرسیدی حس من چیه، میگم من انقدر اینجور چیزا رو زیاد دیدم، برای من واقعا چند تاش که میبینم حتی حس بد ایجاد میکنه. به خصوص چرا؟ چون انقدر شنیدم و این افراد با این رفتن احساس کردن کاری میکنن، از اون کار واقعی موندن. ببین چی میخوام بگم. ببین اگر در مورد باغبونی خواسته بودی مثلا، نمیدونم در مورد قضا، در مورد فلان، در مورد، ولی تو میای مثلا اگه گفته بودی من یه مستندی در رابطه با فلان درست کردم، یه تاریخچه تاریخی تو این زمینه هست، مثلا میگم که چه جالب،
مثلا آدم بره توی زمینه مثلا هر زمینه مثلا بالاخره یه وقایعی هست شما مطرح میکنید. خب اما این مبارزه، این حالتهایی که طرف احساس میکنه که ببین انقدر اینجا شب شعر هست، انقدر جلسات این چنینی هست، سلطنت طلبا میان میشینن، هر هفته هم هست، نتیجهش چی شده؟ فقط تنها نتیجهی که داره بچه ها میرن اونجا، اگر یه کیکی شیرینی هست با هم دیگه میشینم میخورم و با هم آشنا میشن. من اینا رو معرفی که میکردم به بچه ها، بودم بچه ها میانی چیه؟ این مزیت رو داره، میری دوتا آدم رو میبینی، دوتا چیز میبینی، ولش کن اونا، نمیدونم شاه رفت پایین رفت، این رفت، اون یکی چند، اون کشت، اون فلا، اونا رو ول کن، فقط منتظر بری. تو این جلساتم من موقعی میرفتم که آخرش برای خوردن بود یا تموم میشد یا پازه بود. جلسه بهایی ها مثلا، ببین من از بهایی ها قرة‌العین رو مگه نپرسیدی امروز از من؟ من تو جلسه بهایی ها قرة‌العین، بهایی ها میگن که خب بهایی بوده، کار قشنگی کرده، حالا فلان، من یه تاریخ. اما ببین من 2 سال با بهایی ها رفتم، هی تو جلسه خدایا استغفرالله جمعه مرمان چجا بلان باولا چی چند، ای با یه بار دو بار سه بار خسته شدم. آخر سر گفتم اینو به آدم، گفتم که زیبا چرا تو اینقدر دیر میای؟ گفتم موقعی میام که میخواییم تموم بکنیم بعد قضا بدید. دیگه راه ندادم او شکم من دیگه. خب بعد میرفتم اونجا میگفتم با بچه ها حرف میزنیم آشنا میشیم، تو چیکار میکنی چجوری؟ ببین این جلسات مذهبی که تشکیل میدن، خب فقط من به بابام یه بار گفتم بابا جان تو بابا چقدر دیگه حسینو کشتم، زینبو کشتم، پهلوی شکسته، نمیدونم فاطمه چی چی شد دیگه، فهمیدیم دیگه بابا چقدر این علی اصغر اینجوری کردن. میخوای تو قضا بدی تو آدم یه موزیک بذار، یه قشنگ موزیک مدرن چی، بشین با هم دیگه قضا بخورید، بشین آشو تو چیکار میکنید چی، هی حسین بزن اونو بزن تو سر که دو نفر دو تا پسر دختر با هم دیگه اونجا میخوان به هم متلک بگن و هم آشنا بشن. وگرنه نه طرف اون میدونه، اگه از اونا بپرسی علی اصغر چی بود، علی اکبر چی بود، میگه چی بود، چی کجا، قیمش چطوری بود، اون یکی چی بود، اون یکی بود دیگه. خب حالا این از شعراش، این از اپوزیسیونش، این از تمام این چی. آقای رضا پهلوی رو بگیم، خب من الان میگم تو این مدت الان این همه آدمایی که رضا، خب من تا الان یک کلمه، حتی یک کلمه از این رضا پهلوی یاد نگرفتم، یک کلمه. یعنی بگی که یک کلمه، بابا از اون آشپزه دو تا پیاز یاد گرفتم که فایده پیاز، من از این رضا پهلوی چی یاد نگرفتم؟ فقط که میدونم رضا آقا رو باید ما پسر شاه هستی که هستی بودی چیکار کنیم، نتیجه زندگی خودت. حالا ما دوتا عکس خوشکه این فرد دوتا شاه فلان چیز میکنیم، من اصلا یه حال من بدم میاد، برای اینکه میدونید تو زندگی واقعی من اثر نداره. میام تو کمونیستا آقا پرولتاریا بورژوازی خرد بورژوازی امپریالیسته چی 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 آقا بلغور 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 بلغور، بعد که میری تو خونش میبینی از یه چایی تو خونش نمیتونی بخوری، بابا گور پدر اون شعرهایی که گفتی، برو خونه تو درست کن، برو دو رفتم به چیز بخورم، دم اتیکت این چاییه تو این ور توش بود فلان فلان شد. آقا بابا استکانه رو روش مثلا یه اویرو روش نمیشه، حالا از کجا بوده این یه اویروی که توش مثلا یه اویرو یا نیم اویرو یا چه آدم حساب اینو بشورد دقل چایی میخوایی بدی، امپریالیست پرولتاریات دم نم نم چی چی سوسیالیست فلان فلان، این اخونته، این قضا پختنه. آخه تو بیای سر کار چی میشی؟ من که داری الان میگی مالکیت. ببین اگر تاریخ آدم، من خودم مستندسازی ها رو دوست دارم، ولی این اوپیوم، این حرفا، این چیزا، مثلا میری میبینی طرف اصلا دختر قرتیه رفته، ای فلانه، ای چی،
اینم یه شعری خوند و فلان اینو. آقا تو اگه رفتی یه دونه میخوای نمیتونی به سمتش بری، اصلا میگه پیف پیف بو میدی. بابا تو میگه از بر از یتیمان آنم دارم چی چی دفاع کنی. خب دفاع نکن، بشین سر جات. من میگم سکوت بکنم. من آدمی که مجبوری حتما بگی سیاسی هستی، مجبوری بگی که من وقتی که آشپزی بلد نیستم میگم بابا دو تا آش هر دنبیلی اینو برداشتم فلان بهمان چیز کردم گذاشتم. ببین در این حد بلدم که اینو قاطی کردم هر دنبیلی فلان. ببین وقتی نیستم دیگه نباید خودم رو چیز کنم. این باعث میشه، ببین همایون، این حرفا این چیزا، من میگم تویی که میخوای الان برای من شعری بفرستی، تنها نتیجه شعر همین لایوه بود. بدم نبود دیگه. ببین اگه من بیام با تو آشنا بشم، زندگی تو بگی، لایف بذاری، من خانوادم اینه فلان. ببین تو امروز قرار بود از پیج خودت بیاد، خب تقلب کردید دیگه. خب نه حقیقت تقلب نکردم. سحر آخه سحر آماده کرد همه چیز رو. نه سحر نه، ببین سحر تقلب کردی یا نه؟ بگو. من خدا نه، نمیدونم دیگه. تو کارت نه، تو خدا رو ول کن، خدا رو هم که قبول نداری. تو بگو. منم مثل خودت نیمچه کمونیست. ببین چرا تو امروز گفتی من خانم سابقم، من میخوام نبینه یا نمیدونم پسرم چی بشه، این صحبت های در مورد اونا. خب بعدش سحر یه دفعه برگشت گفتش که من بیا چیزه چی گفتی؟ گفتی پیج من باشه. گفتم نه پیج خودش باشه. گفتی آخه پسرش میاد. یه چیزی گفتی همچین چیزایی بود، ولی والا حالا باز گفتم والا، ولی چیز بود، فکر کردیم که بعد اینجوری چیز کنیم دیگه. نمیدونم من حالا ببین اگر همایون بیای مثلا به بچه ها، من امروز شروع کردم واقعا میخوام این مسئله مالکیتی رو که بهش رسیدم، خب از یه سری چیزایی که شروع کنم اونو عملا بگی، ببین عملا نشون بده تو زندگیت، خودتو معرفی کنی. وقتی خودتو معرفی کردی، لباست، موت، پارتنرت، سبک خونت، حساب بانکیت، کارت، کسی که میاد میگه من معاملات ملکی هستم، مثلا معاملات ملکی، این آقای پسری که من امروز باش لایف گذاشتم، افسردگی دارم، دنبال یه خانم مامانی هم میگش، حالا عاشق زیبان بودم، 3 میلیون خورده ای پول مشروب و سیگارش، کارت هم چیه؟ خب یه همچین پولی از اونجا میاد، خب میره اینجا دیگه. تو میخوایی که یه پولی، حالا مطمئن حالا بگم 999 در هزار اینا دروغ میگم به مشتریش. مره مسلم به خصوص معاملات میخواد یه من چون دیدم طرف سیاسی میره یه دفعه مثلا میخواد ماشین رو غالب کنه ها، بعد میاد اونجا شعر از ای انسان ها. بابا زر نزن دیگه. نه چیزی که من در مورد مالکیت گفتم مبحث آسیب شناسی داستانهای اساطیریه. در واقع ما نگاه میکنیم با نوع نگاهمون به داستان حابیل و قابیل، که این در واقع این داستان زیربنای مذهبی جامعه، چون این جامعه بگو چی میخواستی بگی با اون وایس. آها دقیقا خواستم اینو بگم که وقتی پایه های مذهبی جامعه بر مبنای مالکیت فردی رو معدوم میکنه، در واقع حابیل سمبل مظلومیتیه که به واسطه یک پلاک زمین یا به واسطه یک زن توسط قابیل کشته شد. خب. و ما قابیلیانیم دیگه، چون حابیل نرسید و نسل قاتل باقی موند. من دارم نه یه جمله گفتم، بگو یه جمله، چی میخوای بگی؟ میخوای بگیم قابیلی؟ نه میخواستم بگم که این مالکیت رو در جهان پدید آورد،
این مالکیت آسیب داره میزنه. اینکه من مالکم، اینکه من مالکم و تو ناچاری چیکار کنم؟ یعنی الان میخوایم بگی مالک، ببین مالکیت رو تو زیر سوال می، یعنی میخوای بگی مالکیت باید عمومی باشه. دقیقاً. خیلی خوب، ما بگیم این، البته در حالی که این وایس تو هم اینو نمیرسوند. الان من یه ذره چیز کردم، مالکیت رو میخوایم زیر سوال ببریم. ببین میگم تمام این آدمایی که مثلا میان حرفایی که میزنن که اطلاع رسانی میکنن، مثلا مثل بهرام مشیری که قرآن رو میاد تفسیر میکنه، اطلاع رسان مفیده ها، آقای مثلا هولاکویی یه سری چیزایی رو مطرح میکنه مفیده ها، حتی همین خانمای فمینیست، همین جریانات اطلاع رسان و اطلاع رسانی های مختلف از چیزای خبرای مختلف رو میرسونن، خب حتی پیجای مختلفی که هست دنیا رو آگاه میرسونه، آگاهی رسانی میکنن. اما من یک نکته رو میخوام بگم، اینجور افراد، اینجور کسایی که همش دارن از دیگران میگن، اینا نتیجه نخواهد داد، نتیجه تعیین کننده نخواهد داد. دقیقا میدونم. و کسی تغییر خواهد داد، کسی میتونه مؤثر باشه، کسی حرفش جان خواهد داشت که اون کلامش منطبق بر واقعیت زندگیش باشه. برای همین برای همه خواستم بگم به جای اینکه این اطلاع رسانی ها رو هستن دیگه، هزار نفر میکنن، تو این هزار نفر یکی رو بگه من چرا دکتر نشدم. ببین من موقعی که دکتر شدم، پزشک عمومی شدم، اومدم مطب دادم، گفتم آجان ما سال اگه دقت بکنی فکر کنم شماره 61 شروع میشه کارت نظام پزشکی، من مدار شمارش هم 61 شروع میشه. تو اون سال 61 هزار تا دکتر فارغ التحصیل که شده بودم، خیلی نمیدونم حالا 60 خیلی زیاد بودم. من یادمه دوست من که همزمان ما با هم دیگه فارغ التحصیل شده بودیم گفت کار پیدا نکردم، راننده تاکسی شد. خب ببین انقدر پزشک عمومی زیاد گفت. من برگشتم با آجان گفتم آجان شما اگه نمیخواستی بگی دخترم دکتره، بیا برو بگو دکتره، منو بلم کن، من نمیخوام، بذار جای این همه دکتر که وایستادن همه دنبال کار میگردن یکیش کم بشه. من الان یه وقتی میبینم یه همچین ویسایی، یه همچین مقالاتی، یه همچین پیجایی این همه زیاده، خب یه نفر بکش بیا روی اون چیز تعیین کننده کار کن، بیا از خودت شروع بکن و بیا بگو. ببین وقتی که میام مثلا میگم من چرا میگم اوشو، خب شما اوشویی میگه برهنه، برهنگی، چند همسری، همه اینها، عرفان حلقه، حرفایی میزن همه میام میگن زیبا چقدر حرفات شبیه اونه، میگم والا من نمیدونم چی میگن، حالا منم گفتم والا اومدم به تو ایراد بگیرم. باور کن اصلا تا الان من این کلمه نیومده بود و دقت کردم، اومدم تو رو مسخره کنم اینجوری شد. ببین تا من باشم دیگه مسخره نکنم، ناخودآگاه اینجوری پدر من این یه ماست. نکته ای که من دارم نه نه نه، ببین این نشون میده من چقدر روی ناخودآگاه من، چقدر خودآگاه من در مقابل ناخودآگاه من ضعیفه و چقدر احاطه من کمه. نه فقط تو تنها، همه ما اینطوریم به خاطر اینکه در یک چنین جامعه ای رشد پیدا کردیم. حالا ببین حرفی که تو نتیجه حرفت چیه؟ میخوام اینو بگم، دنبال راهکار میگم، من راهنمایی کننده نیستم، من فقط معایبو دیدم، عقل ناقص من کسی هستم الان راهکار دیگه. تو الان برمیگرد میگه خب ما عادت کردیم. خب من الان توی کل صحبت های من شاید یه کسی نگاه کنه مثلا فرض کن ماشاءالله انشاءالله یا نمیدونم فلان، یعنی شاید اصلا سال هست که نمیشنوه، دستت درد نکنه اصلا نمیتونه، یا صبر اومد، یا همین فرهنگی که ما اومده توی ماها از قابلی نداره، ببخشید خواهش میکنم، ای بای فلان، تمام این فرهنگ اینا به ما چیز شده دیگه. تفاوت من با تو چیه؟ تفاوت من
در دوتا با تو اینه که تو توجیه میکنی بابا ما اینجوری بزرگ شدیم، تو فرهنگ ماست، من چیم؟ حتی یک دونه که بعد از سالها یا بعد از مثلا که از زبون من ممکنه اینجوری بپره، خب خودم اینقدر احاطه دارم که سری میگم نگاه کن، مثلا جلوشو میگیرم و سعی میکنم که کلمات من هم متناسب با اون چیز باشه. خب میخوام اینو بهت، بحث قبل از اینی که کرده بودم چی بود که من کلمه رو پروندم، یه چیزی داشتم میگفتم یادم رفت، حالا ولش کنی. به هر حال ببین، یک نفر از اون هزار نفری که دنبال مثلا کار هستن، چیز هستن، آن ده اوشو رو میگفتم. ببین اوشو، عرفان حلقه، نمیدونم فلان، تمام اینا، همین آدمایی که این حرفا رو میزنن، حرفای قش همم محو، طرف نشسته وای چه جملات قشنگ، چه چیز، میری توی این همه رفته تو عرفان حلقه، عرفان حلقه از حلقه عرفان هرچی، این همه مستر پسته شدی، میری وارد یک کار عملی تو زندگیش میشی، اصلا میبینی از هر پستی پستره، یه عمر به تو فقط تحویل داده، هر رافیا رو به تحویل داده. همین آقای اوشویی که شما میگید، من نمیدونم ها، این همه چیزا همه اوشویست شدن دیگه. خب خیلی ها اینجور شد، مگه مدافع چند همسری نبود؟ مگه مدافع آزادی برهنگی و اینجور چیزا نبود؟ من اینا رو شنیدم ازش. خب البته جملات من اینا رو شما کجا عکس برهنه اوشو رو دیدی؟ بگو ببینم کی دز دیده بر من بفرست. شما یه بار ریشه بدون ریشش رو ندیدید، برهنه رو صورتش برهنه باشه، نمیخوایم حالا کسه کونش رو، حالا نمیدونیم کسه کونش رو کیرش رو نشون بده، من میخوایم همین ری بدون ریشش. بابا به اون ملایه که اومده بود، اون ملایه که چیزه اومده آماده شده، چقدر آدم ها اومدن به من همه گفتن زیبا چیزه، چرا اینجوری برخورد کردی؟ نه من میشستم سه ساعت حرافیاشو حدیث فلان پیغمبر در فلان جا اینو گفت، منم بگم نه در زیبا نابت در فلان جا چی گفت. بابا ولمون کن، بهش گفتم یه دقیقه میتونی عمامتو برداری؟ نه. خب دیگه دقیقه تو نمیتونی عمامتو ورداری، من میخوام تو رو تغییرت بدم، من زورم نرسید یه دقیقه تو رو عمامتو برداری، پس بشینم سر جام دیگه. خب این اشکال اینجاست که تو همه رو با زیبا ناوک مقایسه میکنی. خب شجاعتی که تو داری، شجاعتی که تو داری، توانی که تو داری با مبارزه با این در واقع خطوط قرمز رو داری میشکنی و جلو میری. بابا امامه چی بود؟ خطوط قرمز بود؟ برای اون خطوط قرمز آسون نیست. نه نه نه، رفته توی اون مدرسه. اگر تو بودی میرفتی، حالا همایون و زیبا، من گفتم آه شما که آقای فلانی که این چیزه شما دارید، گفتیم با فاحشه ها مخالفی؟ نه امام فلان مسئله نیست. آقا با هم جنسگرا مخالف نیست؟ همه حرفای آنچنان قشنگی زد، گفتیم عجب ملایی، عجب ملایی. خب من اومدم گفتم حرفی میزنه دیگه، گفتم ببینم یکی از یه دونه عکس نشون بده ببینم با یه گی گرفتی. اگر تو پیج تو آقای ملا رو من میدیدم میگفت اون یکی هم گیه، این دوست گیه منه، خب اون موقع من میدونم حرف همه میزنم. الان حرف آقا یکی میگه اشکالی نداره که مسیحیت و فلان، تو با بهاییت قبول نده، مثلا چیز نده، بیا الان بگو که من این دوست بهایی منه. نه تو تمامش، تو الان داری میگی اشکال نداره که مثلا هر کس آزادی پوشش داره ها. و من همین الان برگشتم گفت تو نمیتونی یک دقیقه تو هموم هم امامه میذاری؟ بابا تو یه چیزم یه دقیقه وردار ببینی چیز من رو سری الان برگه رو سری رو من گذاشتم تو سرم. خب بودم اوکی، حالا ما یه رو سری هم سرمون میکنی بمبان. شما چی؟ خب تو هم یه دونه برگر اینجا تو باز کن ببینم یه دونه این چیزی، بودم اینجا تو باز کن. حالا به اونجا به اینجا نرسیده بودیم، امامش بود
خب میخوام ببین همایون یه چیز رو بخوام بهت بگم. الان این حرفایی که الان ویسی که برای من فرستادی، تا من این سیگنال رو میبینم میگم تو بکش کنار از اینا به جای اینکه بری اینا رو بگی. خب هزار مثل من که گفتم این همه دکتر 60,000 نفر اون موقع فارغ التحصیل شده بودن، خب بذار یه نفر کمتر بشه. خب شما برید دکتر نسخه میخوای بنویسی اسهال و نمیدونم فلان و بهمان و اینجور چیزا، خب برو شما برو. تو آلمانش هم من نخواستم دکتر بشم، اینقدر دکترای بیکار هستن، دکترای جوانتر از من. تو کتاب پوست خرست تو هم یه چنین مطالبی رو میگی. من برای اومدم اون مقاله‌ای رو نوشتم، یه چیزی رو نوشتم، یه کاری کردم که کسی نکرده. یا من میام زندگی خودم رو که وقتی بیان میکنم، تو الان بیای مثلا بیای بگی بچه من امروز میخوام در مورد زندگی خودم لایف بذارم، با من لایف بذار در مورد زندگی خوده، این میشه یک دوکومنت، این میشه یک مستند. من با همین میترا باور میکنید دیشب ما همش میتروپولوم هم من به چند نفر چیز کردم زنگ زدم، این دختر با اون حالتش اومد یه بخش از زندگی خودش پدر و ما باور میکنی مفیدتر از تو برخورد کرد. تو مرندش اون الان میخواست خارج بیا فرار کنه بیاد بشه مثل شما دوتا شعر تحویل ما بده. میگی رو من ندارم میگم دیگه، همه کسایی که میان خارج خرشون از پل میگذره اسمشون هم فیک میدن. طرف پسر مرندی بود دیروز از انگلیس بود، گفتم بیا بابا تو از مرند هستی شاید فامیلات این عکس این بابای میترا رو فرستادم، گفتم بیا اومد یه سر برای چی من بیام چه میخوای گفتم برو بابا برو همون تو همون انگلیس خودت برو شعر شبای شعرت شعر کرد کن برو تو بابا. ببین دیگه وقتی آدم اینو میبینه حالا چیزه، حالا شاید هم تو همون لایف باشه، اگر همون هستی که میفهمی کی هستی همونو بهت میگم یا برو اینا رو ببین حداقل انگلیس هستی همایونو با سحر رو ببین اسمش رامینه. اون موقع میگم بابا درد مفید حداقل دو تا کار میکنه، دو تا یه چیزی بر مثلا فرض کن که از تنهاییش در میاد میشینه میرم برو هی پول دولت رو بگیر یا پول بیکار چیز رو بگیر برو بشین فلان خودت هم بدتر از ایرانی ها باشی.